درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم محموله های نفت و بنزین رژیم ایران به سوریه و ونزوئلا نزدیک شدند شرکت ردیابی نفتکش ها گزارش داده که یک نفتکش ایران با دو میلیون بشکه محموله نفت خام در حال گذشتن از کانال سوئز است و احتمالا روز دوشنبه به بندر بانیاس سوریه خواهد رسید سوریه به همراه چین تنها مشتریان علنی نفت خام ایران هستند ونزوئلا نیز در سال گذشته یک محموله دو میلیون بشکه نفت خام و چندین محموله بنزین از ایران دریافت کرده است ورود نفت خام ایران به سوریه در حالی است که طی روزهای گذشته گزارش ها حاکی از نصف شدن سهمیه بنزین پمپ بنزین ها در این کشور به خاطر کمبود بنزین است. سوریه قبل از جنگ داخلی روزانه حدود 400 هزار بشکه تولید نفت خام داشت، اما طی سالهای گذشته این میزان به 24 هزار بشکه سقوط کرده است. این کشور با کمبود سوخت مواجه است. هفته گذشته نیز محموله های سوخت قاچاقی از لبنان به سوریه در مرز دو کشور منفجر شد که بنابر گزارش آسوشیتد پرس هفت نفر در این حادثه زخمی شدند. این حادثه در نزدیکی کنترل مرزی حزب الله لبنان اتفاق افتاد. قبلا بلومبرگ گزارش داده بود ده نفتکش ایران با بار بنزین راهی ونزوئلا شدند معمولا از مسیر جنوب آفریقا 45 روز طول میکشد که نفکش های ایرانی به ونزوئلا برسند و انتظار می رود های دیگر ایران نیز به زودی از جنوب قاره آفریقا رد شوند این نفتکشها ها معمولا بعد از خالی کردن محمول های بنزین در بنادر ونزوئلا نفت خام سنگین کشور را به مقصد کشورهای آسیایی بار می کنند نامنویسی برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران به پایان رسید علی کریمی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران سردار مصطفی جلو فرمانده پیشین سپاه پاسداران و نیروی انتظامی کیومرس هاشمی مدیر نزدیک به اصولگرایان حیدر بهاروند نایب رئیس پیشین و سرپرست کنونی فدراسیون فوتبال و شهاب الدین عزیزی خادم عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای تصدی پست ریاست این فدراسیون نامنویسی کردند خبرگزاری تسنیم هم مدعی شده است روحانی ناشناخته به نام ستار پور نیز برای پست ریاست فدراسیون فوتبال نام نویسی کرد ستار پور خود را روحانی فرهنگی و نویسنده کتاب های دیپلماسی فرهنگی در فوتبال و فوتبالیست های آسمانی معرفی کرده است هرچند که مشخص نیست چگونه پور موفق شده است میان دروس حوزه دیپلماسی فرهنگ و فوتبال پل بزند هر یک از کاندیداها نماینده یک جریان سیاسی هستند جز کریمی مصطفی نماینده محمد باقر غالیباف با حمایت مجلس کمتر پیش آمده که فرماندهان نیروهای مسلح در دیدار علنی با رهبر جمهوری اسلامی از همرزمان خود گلایه کنند اما سال 84 فرماندهان نیروی انتظامی که به دیدار علی خامنه رفته بودند از نابرابری و ناعدالتی در تخصیص بودجه نیروی انتظامی توسط نیروهایی که در زمان مدیریت محمد باقر غالیباف در این نهاد سمت گرفته بودند گلایه کردند بحث بر سر این بود که چرا سربازهای نیروی انتظامی در مرزها و پاسگاههای دورافتاده از کمترین امکانات ممکن برخوردار نیستند ولی قرارداد جواد نکونام کاپیتان باشگاه پاس که زیر نظر نیروی انتظامی اداره میشد به 220 میلیون تومان می دسید. این رقم به روزهای تعلق دارد که قیمت دلار در ایران کمتر از هزار تومان بود نتیجه این گلایه برچیده شدن باشگاه قدیمی پاس بود بخشی از هویت فوتبال ایران که طی پنج سال مدیریت مصطفی آجرلو به یک از مراکز ثروتاندوزی خودش خانوادهش و تیم رسانه ای او بدل شده بود پاس منحل شد اما محمد باقر قالیباف مصطفی آجرلو را با خود به شهرداری تهران برد و این بار برای او یک نهاد جدید تأسیس کرد سازمان ورزش شهرداری اما خیلی زود یعنی بهمن سال 88 سردار محمد حاج دیگر فرمانده اطلاعات سپاه از سوی قالیباف جانشین مصطفی شد دلیلش فشارهایی بود که در مورد بودجه نامشخص سازمان ورزش شهرداری پیش کشیده شدن بحث فساد مالی خانواده آجرلو در شهرداری و حتی پس از آن پرونده املاک نجومی برای سردار آجرلو شکل گرفته بود قالیباف اما دست حمایت خود را از پشت یار همیشگیاش بر نداشت آجلو با حمایت شهردار وقت تهران کمتر از یک سال بعد به فرماندهی سازمان ورزش سپاه پاسداران و پس از آن به مدیر باشگاه تراکتور تبریز میرسد آجالو با حمایت محمد باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی صدای ریاست بر فوتبال ایران را دارد او دو بار در همین انتخابات شکست خورده بود کیومرس هاشمی نورچشمی ابراهیمی رئیسی دست زیر سنگ وزیر ورزش کیومرس هاشمی خودش را سیاستمدار اصولگرا معرفی می کند، اما از سیاست فقط رمز چگونگی بقا در پستهای مدیریتی را آموخته است او را باید با سالها مدیریت ورزشی اما در سایه شناخت کیومرس هاشمی از سال 73 به عنوان معاون تربیت بدنی شهرستان ملایر وارد بازی شد. پس از آن معاونت مدیر کل تربیت بدنی استان همدان، مدیر کل تربیت بدنی استان یزد، معاون دفتر آمار و اطلاعات سازمان تربیت بدنی و مدیر کلی دفتر امور مشترک فدراسیون ورزشی کشور را بر عهده گرفت. با حضور احمد نژاد در ساختمان پاستور، زندگی کیومرس هاشمی هم متحول شد ابتدا به معاونت سازمان تربیت بدنی می رسد و همزمان های مانند دبیری هیئت مرکزی گزینش سازمان تربیت بدنی کشور و مدیر کلی دفتر بازرسی این سازمان را هم در دست میگیرد او در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به ریاست کمیته ملی المپیک ایران هم رسید یعنی حد فاصل سالهای 92 تا 96 اما دقیقا در آخرین روزهای مدیریت خود و دولت ریاست بخش ورزشی کمیته انتخاباتی ابراهیم رئیسی را برای انتخابات سال 96 در دست گرفت ابراهیم رئیسی در انتخابات شکست خورد کیومرس هاشمی هم کمیته المپیک را از دست داد اما از ابتدای آذر ماه زمزمه های مبنی بر بازگشت او به مدیریت ورزش و این بار در دست گرفتن تمامیت فوتبال به گوش رسید او فقط با پشتوانه ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضاییه وارد بازی انتخابات نشده است آذر ماه سال جاری یکی از منابع ایران وایر در وزارت ورزش خبر داد که شخص مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان از کیومرس هاشمی حمایت خواهد کرد هیدر بهاروند کارآموز مهدی تاج بازیگردان هیئتها نامش پیش از انقلاب همایون بهاروند بود اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی تصمیم گرفت به هیدر تغییر وضعیت دهد تا پیش از آنکه مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال ایران را در دست بگیرد ثروت را در هیئت فوتبال لورستان و باشگاه خیر خورمآباد خلاصه میکرد تا اینکه سال 95 مهدی تاج او را به عنوان سرپرست سازمان لیگ منصوب کرد لازم نبود خودش قدمی بردارد مهدی تاج یک به یک پله های ترقی را زیر پایش گذاشت 25 اسفند ماه 95 مجمع فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه داد و حیدر بهاروند را به عنوان رئیس سازمان لیگ و نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال ایران انتخاب کرد پس از استعفای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند سرپرستی این فدراسیون را بر عهده گرفت بهاروند پیش از این مالکیت باشگاه خیبر خرم‌آباد را به مدت نامحدود در اختیار گرفته بود خودش 95 درصد از سهام این باشگاه ریشهدار و قدیمی فوتبال لورستان و دخترش دو درصد از سهام خیبر را در اختیار دارند بهاروند در تماس با مدیران شبکه ورزش ادعا کرده بود که مجری صبحان اکرامی با این بیت به او کنایه زده است و مدیران سازمان هم مجری خود را وادار به عذرخواهی از همایون سابق و هیدر کنونی فوتبال ایران کردند شهابودین عزیزی خادم همیشه هست نخستین فردی بود که برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد آمدنش قابل پیش میلی بود چون در تمام انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کرده است یا برای پست ریاست یا برای عضویت در هیئت مدیره شکست میخورد اما باز برمیگردد بدون برنامه و بدون هدف گذاری دقیق درست مانند مصطفی جرلو. علی کریمی تنها از نخستین روز محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و آخرین عضو از خانواده فوتبال که ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت به خبرنگاران گفته است که علی کریمی پیش از نام نویسی در انتخابات با او مشورت کرده است دادکان ادعا کرده است که علی کریمی را برای حضور در انتخابات تشویق کرده بود اما میان گذینه هایی که برای ریاست نام نویسی کردند فقط علی کریمی زیر فشار احتمالی رد صلاحیت قرار گرفته است او مهدی مهدوی کیا را به عنوان نایب رئیس اول خود معرفی کرد اما مهدی مهدوی کیا در آلمان بود و نمی توانست شخصا مدارکش را به فدراسیون تحویل دهد به همین دلیل احتمال رد صلاحیت هر دو قوت گرفت ایسنا خبر داده که مشکل دریافت مدارک مهدی مهدوی کیا دقیقی پیش از پایان مهلت نامنویسی حل شد اظهار نظرها در مورد سفارش و دستوراتی مبنی بر رأی ندادن محلی اکرمی به علی کریمی و اعضای مجمع و همینطور گمان زنی در مورد رد صلاحیت او از سوی کمیته انتخابات فدراسیون فوتبال او را به چنین واکنشی رساند اصلا معلوم نیست که تایید صلاحیت شوم اما اگر شدم هر کسی دوست داشت به من رأی بدهد و هر کس هم دوست نداشت مهم نیست دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خودن نگهدار